جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا در ارتباط با ما همراه شدن. آقای برزگر، علم الهدا از مسئولان خواسته که بنا به دستوری که علی خامنه‌ای داده بود با مخالفان حجاب اجباری مثل مجرمان سیاسی برخورد بشه. معنای این سخنان چه هست به باور شما؟ خب ببینید، چند نکته هست. در واقع نکته اصلی این هستش که علم الهدا مثل دیگر مقامات جمهوری اسلامی از جمله نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان، همینطور البته قوای دیگه، درکی اساساً از معنای قانون ندارن و حتی به همین دلیل همین التزامی به اون چیزی که خودشون به عنوان قانون جرم سیاسی در سال 95 تصویب کردن ندارن، پایبند نیستن. در ماده 3 قانون جرم سیاسی که در سال 95 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد به صراحت گفته شده، حالا اون چیزی که در اون قانون هست، اعمال منافی عفت عمومی در واقع جزو جرایم سیاسی محسوب نمیشه. من فکر میکنم تلقی و منظوری که احمد علم الهدا داره این هستش که با توجه به اینکه علی خامنه ای در واقع بیهجابی رو حرام شرعی و حرام سیاسی دانسته بود، باید این موضوع جرم تلقی بشه، نه ضرورتا جرم سیاسی، و برای برخورد با جرم هم فقط جریمه نقدی از نگاه او کافی نیست، بلکه باید با همون شیوه مرسوم جمهوری اسلامی، یعنی ایجاد رعب و وحشت و برخوردهای خشونتبار برخورد بشه و در واقع نقش دستگاه‌های امنیتی و انتظامی رو پررنگ‌تر بکنن برای اینکه با شهروندان در این زمینه برخورد بشه. مسئولان حکومتی آقای برزگر از یه سمت ادعا میکنن که قوانین فعلی برای برخورد با بی‌حجابی کافیه، از سمت دیگه در تلاش برای یک لایحه با 70 ماده هستن برای برخورد با مخالفان بی‌حجابی. دلیل این تناقض چیه؟ یعنی دو دلیل عمده داره. یک دلیل اصلی اون هستش که اصولا برای در سرشت جمهوری اسلامی چیزی به نام قانون در معنای مدرن و معاصر اون وجود نداره. اون چیزی که ما شاهدش هستیم یا احکامی است که ولی فقیه صادر میکنه یا احکام شرعی است. در واقع بعد میان اینها اومدن به دلیل اینکه این امر پذیرفته نیست در قرن 21 که شما با احکام اسلامی متعلق به 1400 سال پیش بخواید جامعه رو اداره بکنید، همون رو اسمش رو گذاشتن قانون، مثلا قانون مجازات اسلامی. در واقع اینا احکام مجازات اسلامی هستن که ربطی به معنای متقابل قانون در به معنای امروزین اون ندارن و اساسا خلاف اون هستن، یعنی به هیچ عنوان شأنیت و مشروعیت رو که ما برای قانون در عرف سیاسی در جوامع دیگه قائل هستیم در جمهوری اسلامی به هیچ عنوان شاهد اون نیستیم. بنابراین چون این بحثای پیش میاد، همه حرف این هستش که در واقع اون احکام مجازات اسلامی یا احکامی رو که ولی فقیه یا فقها صادر میکنن اسم قانون رو بر اون بگذارن و بعد اون رو به اعمال بکنن. این یه نکته است که در واقع باعث میشه که تضادهای اینچنینی شکل بگیره. نکته دوم این است که واکنشی است که جامعه نشون میده. در بیش از یک سال گذشته و البته در طول سالهای اخیر ما دیدیم که زنان کاملا مقاومت کردن، به هیچ عنوان مرعوب این تهدیدها، برخوردهای غیر انسانی و خشونتبار نشدن و امروز هم می‌بینیم که حکومت قادر به کنترل وضعیت نیست علارغم همه فشارهایی که وارد می‌کنه، و از طرف دیگه هم در واقع با این فشار اجتماعی در جامعه کاملا آشنا هست. همونطور که می‌بینید هیچ قوه‌ای حاضر نیست به تنهایی مسئولیت این رو به عهده بگیره. امروز هم قوه قضاییه تاکید کرد که دو قوه دیگه، یعنی قوه مجری و قوه مقننه، هم پاشون در این لایحه گیر هست و اونها هم در واقع خواستار این برخورد هستن. یعنی خواسته بگه فقط ما مقصر نیستیم. به نوعی هم میخوان برخورد بشه، هم هیچ کس هم نمیخواد که واقعا مسئولیت دقیقاً بر عهده بگیره. سپاسگزارم از شما جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا همراه ما.